چند میلیون سال پیش دایناسورها بزرگترین و قویترین موجودات این سیاره بودند. اما آب و هوای زمین عوض شد و اونها نخواستند یا نتونستند خودشون رو با شرایط جدید وفق بدن. فقط کافی بود یکمی دست و پاشون رو جمع کنن تا کمتر جا بگیرن و یکم تو رژیم غذاییشون تجدید نظر بکنن تا تو انتخابات طبیعت برای بقا شانس بیشتری داشته باشن. بعضی از دانشمندها معتقدند برای مادر طبیعت انسان فرق زیادی با سایر گونه‌های جانوری نداره و حتی یه اشتباه کوچک میتونه منجر به انقراض نسل آدمیزاد از روی کره زمین بشه. به نظر من یکی از بزرگترین دستاوردهای جامعه بشری برای پرهیز از اشتباهات غیرقابل جبران ساختن همین صندوق‌هایی که بالاش شکاف باریک داره. تا قبل از اضافه شدن این شکاف به صندوق، هر کسی برای به کرسی نشوندن نظرش راهی به جز شکستن گردن حریف بلد نبود. البته هنوزم اونایی که استفاده از این صندوق‌ها رو جدی نمی‌گیرن ترجیح میدن از همون روش‌های سنتی برای متقاعد کردن مردم استفاده بکنن. این گروه به جای گفتگو که مستلزم صرف وقت برای شنیدن نظر دیگرانه، به گفت و شنود علاقه دارن، که یعنی من حرف بزنم و شما فقط گوش بدین. این گروه دوست داره بدون اینکه نظر من و شما رو بدونه از جانب همه حرف بزنه. مثلا ادعا می‌کنه ملت ایران زیر بار حرف زور نمیره، در حالی که من به عنوان یکی از همین ملت به راحتی زیر بار حرف زور رفتم و احتمالاً باز هم خواهم رفت. یا وقتی میگه ملت ما همیشه در صحنه حاضر هستند، باز به من توجه نکرده که تقریباً در همه صحنه‌های مهم غیبت موجه داشتم. فکر میکنم داستان از این قراره که هر کسی وقتی از ملت حرف میزنه در واقع داره از خودش و دایره محدود اطرافیان و معاشرینش حرف میزنه، اما فرض رو بر این میذاره که همه مردم مثل همین چند نفر فکر میکنن. خب به این میگن یه اشتباه مهلک.